سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خیلی خیلی خوب باشه. رسیدن تابستون رو به همتون تبریک میگم. امیدوارم تابستون خیلی خیلی خوبی داشته باشیم. اگه میخواید بدونی که تا آخر تابستون چطوری هم پروداکتیو باشی و کلی از کاراتو انجام داده باشی و از بقیه جلو بیفتی و هم کلی تفریحات خوب داشته باشی و کلی بهت خوش بگذره، تا آخر این ویدیو همراه من باش. خب مورد اولی که میخوام دربارش صحبت کنم ورزش کردنه و میدونم که همتون انتظارشو داشتین که ورزش کردن توی لیست باشه، اما دلایل منو حتما بشنوین. علاوه بر تاثیرات خیلی خیلی خوبی که ورزش کردن روی سلامت جسمانی ما و ارتقای ظاهری ما داره، تاثیر خیلی خوبی روی سلامت روان ما داره. من پارسال تابستون تازه کنکورم رو داده بودم و خب مثل بقیه بچه ها خیلی از استرس شدیدی رنج می بردم و خیلی حالم بد بود، خیلی نگران بودم، همش به این فکر می کردم که حالا نتیجه چی میشه و این داستانا، و باعث شده بود که خیلی دغدغه ذهنیم زیاد بشه. اما وقتی 3 روز در هفته به مدت 1 ساعت هر روز میرفتم باشگاه و تمرینات مثلا سخت بدنسازی رو انجام میدادم، اصلا دوست ندارم تمریناتشو، ولی این باعث میشد یه فشار جسمانی به من وارد شه که این فشاره باعث میشد من توی اون 1 ساعت نتونم به چیز دیگه‌ای فکر کنم، یعنی تمرکزم روی همون لحظه و حالا همون ورزش کردن باشه. یعنی من توی اون 1 ساعت دیگه نمیتونستم به کنکور فکر کنم، دیگه نمیتونستم به دغدغه‌های دیگم فکر کنم و این واقعا نکته مثبتی بود و باعث شد که اون تابستون پر از نگرانی برای من راحت تر بگذره. مورد دومی که میخوام دربارش صحبت کنم یاد گرفتن زبانه. اکثر شما میخواین علاوه بر حالا مهارت‌های شغلی که ممکنه بخواین یاد بگیرین، درباره اونام حرف میزنم جلوتر، ولی علاوه بر اونا شاید بخواین که یه مهارت دیگه مثل یاد گرفتن زبان جدید رو داشته باشین که خیلی خوبه. اگه زبان انگلیسیتون قوی نیست، تابستون بهترین تایم برای این که یه تایمی بذارین و بهترش کنین. زبان خوندن لازم نیست روزانه انقدر تایم زیادی ازتون بگیره، همین که پیوستگی داشته باشین و در طول هفته یه تایمی رو بذارین و کار کنین، خودش خیلی مهم و خیلی تاثیرگذاره و چیزای دیگه‌ای که میتونه خیلی فان باشه توی تابستون انجام دادنش و همینطور به تقویت زبان شما کمک کنه، سفر کردن به کشورهای انگلیسی و برقراری ارتباط با اون افراده. شوخی کردم. میتونین کتابای انگلیسی بخونین و یا بهتر از اون میتونین فیلم‌ها و سریال‌های انگلیسی ببینین با زیرنویس. طبیعتاً اگه دوبله ببینی به هیچ دردت نمیخوره. قراره با زیرنویس فارسی ببینیش اول و اگه حوصله‌اش رو داشتی میتونی دوباره بری یه بار با زیرنویس انگلیسی هم ببینی که تاثیر خیلی بهتری بذاره. ولی در کل سریال دیدن رو که همه ما دوست داریم و وقتی که انگلیسی باشه، شما در طول دیدن این سریال یه سری اصطلاحات، یه سری کلمات هی تکرار میشه واسهتون و باعث میشه توی ذهنتون بمونه و اینطوری خیلی کمک میکنه به یادگیری زبانتون. در کنار این، برای اینکه خوب زبان رو یاد بگیریم یا باید یه سری دورا و کلاسای شرکت کنیم یا اینکه خودمون تو خونه با کتابای سلف استادی زبان رو بخونیم و یاد بگیریم. به هر حال به عنوان یه چیز تکمیلی حتما میتونین اون سریال دیدنه و یا کتاب انگلیسی خوندنه رو داشته باشین. مورد سوم رو هم در راستای همین حرفام بگم، مسافرت رفتن کلا خیلی خوبه. حالا مسافرت اینقدر دور و مسافرت خارجی و اینا شاید برای هممون ممکن نباشه. من خودم مثلا شاید از مازندران برم گیلان یا مثلا یه ذره اونورتر، نمیدونم. البته اگه میتونیم برو سوغاتی ما یادت نره. حالا مسافرت های اونقدر خفن و این چیزا رو هم بذاریم کنار و کاری باش نداشته باشیم، همین مسافرت رفتن در حدی که یه جای جدید بریم و کلا با فرهنگ و شاید تاریخ یه جای جدید آشنا بشی خیلی باحاله. آدمای جدید رو ببینی، آدمایی که شب به یه زبان دیگه حرف میزنن، هم توی کشور خودمون. خیلی باحاله و به نظر من خیلی خوش میگذره اگه این محدودیت رو نداری و میتونی مثلا با دوستات هم بری که هنوز خیلی بهتر. میتونین مثلا با یه توری که میشناسین آشناه و مطمئن هستین برین به مسافرتی، لازم مثال خیلی هم دورشین، همین شهرهای اطراف، ولی خیلی مطمئنم تجربه خوبیه. و کلا مسافرت رفتن تجربه خیلی به یاد موندنیه. وقتی تابستون تمام میشه از یکی میپرسی که تابستون چیکار کردی، معمولا اگه مسافرت رفته باشه اول به اون اشاره میکنه، چون چیزی که آدم بیشتر یادشون میمونه و تجربه خیلی خوبیه. اگه میتونی حتما توی تابستون فرصتی که داری رو دریاب، در حالی که مشغول کلاسا و اینا نیستی یه مسافرت برو. مورد چهارم، توی تابستون میتونی یه ذره شجاعت به خرج بدی و استایل تو عوض کنی، موهاتو عوض کنی، مدلشون، رنگشون، و یا حتی مدل آرایش کردن تو عوض کنی. اینا همه یه تجربه خیلی خوب و جدیده. و چرا میگم که این کارا رو بهتر توی تابستون انجام بدین؟ به دو علت. یکی این که در طول سال اولا یه سریامون شاید یه سری محدودیت هایی داشته باشیم، مثلا محل کاریمون یا اصلا بریم مدرسه و نتونیم ناخونامون رو بلند کنیم یا چه میدونم ناخون بکاریم، چه میدونم موهامون رو رنگ کنیم و این داستانا. اما توی تابستون این محدودیت رو نداریم و میتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. علت دیگرش هم اینه که من به شخصه خودم همیشه این ترس رو دارم که حالا من برم موهامو رنگ کنم این لعنتی به من نیاد، اصلا بدشم. خب بعد حالا اگه در طول سال باشه من هر روز باید برم دانشگاه، هر روز باید برم کلاس، هر روز منو مردم باید یه مدت با اون مو ببینن و تا بری مثلا عوض کنی رنگمون تو، دوباره یه رنگمون بهتر کنی و اینا، بالاخره پروسش زمان بره. اما توی تابستون حالا شاید هر روز بقیه رو نبینی و بتونی شجاعت رو به خرج بدی، یه تغییراتی ایجاد کنی و اگه خوشت اومد نگهش میداری، اگه خوشت هم نیومد عوضش میکنی. مورد پنجم، فکر میکنم خیلی خوبه اگه ما توی تابستون یه تایمی رو بذاریم به روابطی که توی زندگیمون داریم فکر کنیم، به روابطی که مثلا با دوستامون داریم فکر کنیم، آنالیز کنیم این روابط رو، ببینیم که چه خوبیایی دارن توی زندگی ما، چه بدیایی دارن، آیا مثلا این خوبیا به بدیا میچربه یا بدیا به خوبیا میچربه، این آدم باید توی زندگی من باشه همچنان یا نباید باشه. اینا چیزاییان که باید تحت کنترل ما باشه و ما باید دقیقاً بدونیم توی روابطمون چی میگذره. خب و همینطور فکر میکنم خیلی عالیه اگه ما یه تایمیو بذاریم برای اینکه تنها باشیم و با خلوت خودمون حال کنیم، تنها بریم کافه، تنها بریم بیرون، تنها بریم قدم بزنیم. اینا چیزاییان که ما واقعاً باید به تنهایی هم بتونیم ازش لذت ببریم. و اینکه در کنار حالا دوستایی که داری خیلی خوبه اگه دوستای جدیدم بتونی پیدا کنی. خیلی از ماها توی تابستون حالا کلاسای جدید میریم، جاهای جدید میریم و واقعا خوبه که این شجاعت رو کم کم به دست بیاریم که بتونیم با آدمای جدید ارتباط برقرار کنیم و سعی کنیم آروم آروم باهاشون دوست بشیم. اگه حالا از شخصیتشون خوشمون میاد و بهمون میخورن چرا که نه. مطمئن باشین که هیچ چیزی نمیشه و هیچ عیبی نداره اگه برین جلو و بخواین با یه آدمی حرف بزنین. مثلا بدترین چیزی که میخواد اتفاق بیفته چیه؟ بری مثلا به یه غریبه بگی سلام. بدترین چیز چیه؟ بگه مثلا برو گم شو دیگه. بدترینش اینه. خب بگه تو هم میری تمام. ولی اگه خوب پیش بره ممکنه یه سری دوستی‌های خیلی قشنگ برات ایجاد بشه، چیزایی که اگه شجاعتشون نداشتی هیچ وقت توی زندگی پیش نمیومد. مورد ششمی که میخوام دربارش صحبت کنم فضای مجازیه و اینکه ما باید یه حد و حدودی قائل بشیم برای تایمی که توی فضای مجازی میگذرونیم و همینطور برای چیزایی که توی فضای مجازی دنبال میکنیم. اولا اینکه حتما حواستون باشه که روزانه چند ساعت رو داریم توی فضای مجازی میگذرونیم. طبیعتاً اگه این ساعت از یک چیزی بیشتر باشه میتونه ما رو اذیت کنه و اصلا حالت کسالت به آدم دست میده و یه طورایی دیگه دلت نمیخواد هیچ کار دیگه ای انجام بدی، دلت میخواد همونجوری روی تختت باشی و کل روز مثلا توی اینستا باشی، توی تیک تاک باشی و غیره. و اگه کل تابستونت اینجوری بگذره، آخر تابستون به خودت میگی که دیگه چه تابستون مزخرفی بود. طبیعتاً بین کسی که موارد قبلی که گفتم انجام داده با کسی که فقط کل تابستونش رو توی گوشیش بوده، کدومشون آخر تابستون خوشحال ترن از تابستونی که داشتن؟ دومی؟ نه. و اینکه حواستون حتما باشه که من دارم روی فضای مجازی چه آدمایی رو دنبال میکنم، چه اشخاصی هستن، چه ارزشهایی به من اضافه میکنن، یا چه میدونم اصلا فلان فیلمی که من دارم میبینم چیه، چه محتوایی داره، در طولانی مدت اصلا میتونه چیزی به من یاد بده علاوه بر این که حالا سرگرم کننده است. حتما حواستون به این موردها هم باشه. مورد هفتم، میخوام درباره درس خوندن توی تابستون صحبت کنم باهاتون. این برنامه درس خوندن میتونه برای بعضی از ما فشرده تر باشه، مثل بچهای کنکوری که عملا بیشتر تابستونشون رو مشغول درس خوندن هستن، اما برای بقیه ما میتونه خیلی سبکتر باشه و حالا علاوه بر کارهای دیگه که انجام میدیم، تفریحاتی که داریم، کلاسایی که میریم، یه تایمی رو میتونیم اختصاص بدیم به درس خوندن. حالا توی این تایم میتونیم درسایی که سخت‌تر هستن برامون رو بخونیم. خب یه چند تا درس رو انتخاب میکنیم، مثلا فرضاً بچه‌هایی که مدرسه هستن شاید بخوان اختصاصیای سال بعدشون رو یه ذره مرور کنن یا جنبندی سالی که گذشت رو انجام بدن. برای ما بچه‌هایی که دانشگاه هستیم، من خودم مثلا برنامه دارم که یکی دو تا درسی که میدونم سنگین تره از ترم دو رو شروع کنم از الان یه ذره بخونم که جلو افتاده باشم. مورد هشتم و مورد آخری که میخوام دربارش صحبت کنم اینه که خیلی عالیه اگه ما بتونیم توی تابستون یه مهارتی کسب کنیم برای پول درآوردن. حالا این مهارت برای هر کدوممون با توجه به شرایطی که داریم قطعا متفاوته. یه نفر ممکنه بتونه بره توی کار آرایشگری، توی کار ناخن و غیره، یه نفر ممکنه بره توی کار ادیت، برنامه نویسی، هر چیزی که خودتون یه ذره بلدین یا میتونین مثلا یه دوره‌ای ببینین و بعدش یه درآمدی داشته باشین خیلی خوبه و به نظرم تجربه عالیه. اگه سنتون کمه و حالا نوجوان هستین بیشتر به این فکر کنین که از انجام دادن این کارها یه تجربه خوبی رو داشته باشین و چیزای جدید یاد بگیرین و خیلی تمرکزتون حالا روی اون چیز درآمدش نباشه. خب این ویدیومون همینجا تموم میشه. راستی من سونیا 19 سالمه، تازه ترمیه که دانشگاه رو تموم کردم و الان مثل شما دارم از تابستونم لذت میبرم. مرسی که ویدیومو دیدی. تا ویدیوهای بعدی، بای بای.